سلام بینندگان شبکه آسیای مرکزی 28 ینوار برنامه خبری امروز است. فیروز حیات هستم و برنامه را از سرخط خبرها شروع میکنیم. اینک توجه کنید. تاجیکستان با تفاوت از دیگر کشورها شهروندانش را از چین بیرون نخواهد کرد. تاجیکستان از واردات کالای چین دست نکشید، اما توسط کشور سوم وارد میکند. حساب ما درست است، ضرر را برقرار میکند. ادامه بحث پلاته حساب و بانک ملی. سنجش نرخ ها در تاجیکستان در دست کیست؟ خدمات ضد انحصاری تا چه حد در اجرای رسالتش مستقل است؟ دلیر شریپوف را برای دو ماه به حبس گرفتند. سامانه اخبار سبب را برای نوشتن کتاب محمد صلی الله علیه و سلم و تروریسم گفته است. در حالی که خیلی از کشورها به خارج کردن شهروندان خود از چین از جمله شهر ووهان آغاز کردند، تاجیکستان اعلان کرد که الحال شهروندانش را از چین بیرون کردنی نیست. در این باره به آسیا پلوس سردار خدمات مطبوعاتی وزارت کارهای خارجه تاجیکستان پرویز نجمی‌دینوف خبر داده است. در همین حال او ذکر کرده که در صورت پیش آمدن ضرورت خارج کردن دانشجویان تاجیک از ولایت هوبی، تاجیکستان در همدستی با حکومت چین مسئله به بیرون از حدود این ولایت بردن آنها را حل میکند. این در حال است که مقامات چین در رواب با ولایت هوبی محدودیت جاری کردند. مقامات چین گفته است عین زمان مسئله انتقال شهروندان خارجی به بیرون از حدود شهر ووهان در حال بررسی است، اما موردی به ذکر است که چندی از کشورها به خارج کردن شهروندان خود از چین از جمله شهر ووهان آغاز کردند. بنا به معلومات سفارتخانه تاجیکستان در پکین، در این کشور عین زمان 3500 نفر دانشجویان تاجیک تحصیل دارند که 50 نفرشان در شهر ووهان قرار دارند. در این شهر قرنطین اعلان شده، ورود و خروج از شهر ممنوع شده است. یک دانشجوی تاجیک از شهر چندو نزدیکی شهر ووهان در یک تماس تلفنی به این خبرگزاری اظهار داشته بود که از چین پرواز کردن نمیتواند. پگاه 31 ینوار او و باز 6 شهروند دیگر تاجیکستان به تاشکند پرواز میکنند. شهر چندو بسته نیست، اما بر پایه اطلاع برخی از منابع از تاجیکستان شماره از محصلان تاجیکستانی از چین به وطن برگشتند، زیرا در حال حاضر در دانشگاه‌های چین تعطیل اعلان شده است. چند پیش در مصاحبه با آسیا پلوس مشاور سفارت تاجیکستان در چین شهرت صابرزاده اظهار داشته بود. محدودیت برای رفت و آمد به دیگر شهر و ناحیه های چین وجود ندارد. شهروندان به مشکلی می توانند چین را ترک کنند. نفرانی که چپته دارند به وطن برگشته استادند. شهروندانی که به مشکلی دوچار آمدند مراجعت کنند، کمک می رسانیم. در همین حال مسئولان سفارت تاجیکستان در چین با نشر یک بیانیه نشانی رقم های تلفن ها برای تماس و پشت الکترونی خود را در شبکه های مجازی نشر کرد و از شهروندان تاجیک مقیم چین درخواست کردند که در صورت پیش آمدن ضرورت آگاه کنند. شهروندان می توانند در حالت های فوق العاده با مقامات محلی و مستقیما با مسئولان سفارت تاجیکستان در چین مراجعت کنند. در همین حال طول شبانه روز اخیر در چین بر اثر سیرویت از کرونا ویروس 2019 نوول کرونا ویروس 38 نفر فوتیدند. همین طریق شماره عمومی فوتیدگان از ویروس به 170 نفر رسید. غیر از این باز 1700 حالت های نوی گرفتاری به این بیماری آشکار شده است. عین حال در این کشور علاقه 7711 حالت سیرویتیابی تصدیق شده، 12167 نفر با سیرویتیابی از ویروس گمانبر می شوند. حکومت چین همچنین حالت نخستین گرفتاری به بیماری از این ویروس در تیبت تصدیق کرد. تیبت یگانه قسمت چین باقی مانده بود که ویروس پهن نشده بود. ضمناً در بیرون از حدود چین 50 حالت سیرویتیابی از کرونا ویروس به قید گرفته شده است. در همین حال محصولات و کالای چین به تاجیکستان وارد کرده می شود. تاجی‌الدین جورازاده معاون وزیر رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان در یک نشست خبری تصدیق کرده است که واردات مال و محصولات تولیدی چینی توسط دولت سوم به تاجیکستان ادامه دارد. در حال حاضر راه زمینی میان چین و تاجیکستان توسط دیدمانگاه مرزی قلمه با درخواست چین مسدود شده است. ارتباط هوایی نیز به طور موقتا لغو شده باشد هم، ولی کالاهای این دولت توسط راه‌های بحری از قلمرو کشورهای سوم به تاجیکستان آورده می شود. معاون وزیر رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان تاجی‌الدین جورازاده گفته است. برخی از تولیدات چین توسط بندرها به دیگر کشورها و سپس از آنجا به تاجیکستان وارد کرده می شوند.
تاجدین جورازودان میگوید اینی حال با 100 کشوری دنیا معامله تجارتی دارند که در این میان حصه چین 4 از 10 6 فاید را تشکیل میدهد. بر پایه معلومات آژانسی آمار تاجیکستان، چین بعد از روسیه و قزاقستان سومین کشور است که حجم تبادل مال با آن در حال رشد قرار دارد. در سال گذشته حجم عمومی گردش مال میان این دو کشور زیاده از 660 میلیون دلار را تشکیل داده است که از این میان 605 میلیون دلاری آن به صادرات چین به تاجیکستان راست می آمده است. وزارت رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان میگوید از چین به تاجیکستان مساله ساختمانی، سر و لباس و تجهیزات گوناگون تکنیکی وارد کرده می شود. با وجود این تاجدین جورازاده معاون وزیر رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان اظهار داشته است که به منظور جلوگیری وضع با وجود آمده در چین و تاثیر آن به اقتصادیات تاجیکستان تمام تدبیرها اندیشیده می شود. او میگوید وضعیت در واقع اضطراب انگیز است، اما حکومت تاجیکستان تمام چاره ها را می اندیشد تا که از تاثیر منفی وضع پیش آمده در کشور همسایه جلوگیری شود. بانک ملی تاجیکستان موظف است حدود 9 میلیون سومانی زیانی رسیده به دولت را برقرار کند. این نقطه را مسئولان پلاته حساب تاجیکستان در پاسخ به سوال رادیوی آزادی امروز 30 ینوار تاکید کردند. در پی اعلان پلاته حساب در سال گذشته که گفت در کار بانک ملی 8.3 میلیون سومانی ضرر آشکار کرده است، بانک ملی ناراضگی نشان داده اعتراض کرد. بانک ملی در یک بیانیه شدید اللحن پلاته حساب را به نشر اطلاع نصحه ولطمه زدن به آبروی بانک متهم کرده بود. ادامه موضوع را از همکارمان محمد شریف عبدالله بشنوید. در همین حال صابر سلیمزاده اودیتوری پلاته حساب روز 30 ینوار گفته است که سنجش این نهاد سال 2018 در بانک ملی 8.3 میلیون سومانی ضرر را آشکار کرد که 90% آن از حساب کم حساب شدن انداز ها میباشد. به گفته جناب سلیمزاده از روی نتیجه اودیتی بانک ملی سند ترتیب داده شده 11 سردار دپارتمان و شعبه های بانک ملی و رئیس این بانک با آن امضا گذاشتند. نخستین اظهارات پلاته حساب درباره آشکار شدن ضرر مالیوی در بانک ملی تا بیستانی سال گذشته صدا داده بود، اما بانک ملی در یک اظهارات ادعای پلاته حساب را به اساس دانست. در بیانیه گفته می شد خبر آشکار گردیدن ضرر مالیوی در فعالیت بانک ملی صحیح نبوده، اساس واقعی ندارد. مؤسسه مرکزی مالی تاجیکستان گفته است معلومات پلاته حساب در خصوص به مبلغ 8.3 میلیون سومانی ضرر مالیوی ثابت شده نیست و به عنصرهای ضرر مالیوی هرگز مطابقت نمی کند. بانک ملی می گوید این مبلغ از جمله مالیات از استفاده راه است که مؤسسه آن را پرداخته است و سند رسمی آن را هم دارد. در بیانیه گفته می شد بانک ملی تاجیکستان مبلغ انداز را مستقلانه و با تصمیم خود به یگان توصیه و پیشنهاد سنجشگرانی پلاته حساب با بودجه دولتی انتقال کرده است. قرهخان چلزاده رئیس پلاته حساب در پاسخ به این اعتراض بانک ملی روز 3 ینوار گفت وقتی که 11 سرداران دپارتمان و رئیس بانک ملی امضا میگذارد دیگر حاجت گپ نیست. در تاجیکستان بسیار کم اتفاق میافتد که یک نهاد دولتی نهاد دیگری را آشکارا تنقید کند و آن را به آبرو کردن خود متهم نماید. به نظر می رسد اینجا جمالدین نورالیف، معاون اول رئیس بانک ملی تاجیکستان و داماد رئیس جمهور تلاش کرده است که از موقع دیگر به مسئله نزدیک شود، زیرا زیر سند ترتیب داده پلاته حساب امضای او نبوده است. ولی به نظر می رسد که مقامات پلاته حساب باری دیگر از موقعش در باره آشکار شدن ضرر مالیوی در بانک ملی حمایه کرده تاکید نموده است که سنجشش در کار بانک درست است. خدمات ضد انحصاری تاجیکستان اعلان داشتند که نرخ و بهای محصولات و خدمت رسانی ها در کشور بدون هماهنگی و گرفتن خلاصه این نهاد غیر قانونی است. از یاپلوس که از نشست مطبوعات این نهاد نوشته است میگوید در حال حاضر خدمات مذکور تصمیم گرفته است از جمله اساسناکی ماهانه ستانیدن 80 درهم برای خدمت رسانی به رقم از جانب شرکت های موبیلی نیز سنجیده خواهد شد. چند روز پیش خدمات به همه شرکت های موبیلی و خدمات علاقه جهتی اساسناکی هر ماه ستانیدن 80 درهم از مشتریان برای خدمت رسانی به رقم درخواست فرستاد.
با گفته او با شرکت های موبیلی و خدمات علاقه برای پیشنهاد جواب ها به این درخواست یک ماه مهلت داده شده، پس از آموزش نتیجه آن خدمات با وسایل اخباری آمد در این خصوص معلومات مفصل پیشنهاد میکند. او ابراز میکند که بعضی شرکت ها ارزش خدمت رسانی های خود را از سال 2011 بازبینی نکردند و از این رو برای روی پوش کردن خراجات خود در مقایسه با ورقه های پرداخت مبلغ زیادتر میستانند. این در حال است که موافق قانونگذاری ستانیدن فایز در ترمینال های پرداخت من شده است، لیکن این کار ادامه دارد. در رابطه مومینزاد اظهار داشت که نسبت به ترمینال های هما و پیوان چراها اندیشیده شده، حاضر آنها از مشتریان فایز نمیگیرند. ولی درباره شرکت اکسپرس پی که در ترمینال های پرداختش فایز ستانی ادامه دارد چیزی نگفت. با قول او خدمات تنها در حالت به نرخ بازار دخالت کردن میتواند که محصولات یک و یک بار 20% گران شود. بالا روی نرخ آرد را به کم شدن حاصل گندم در قزاقستان دانست. او گفت یگان محصولات تا 20% قیمت نشد، تنها نرخ آرد 17% بالا رفته است. ما با آن دخالت کردیم و به تفایل این ارزش آرد از 220 سومونی تا به 202 سومونی پایین رفت. خدمات ضد انحصاری و رئیسی آن در حال از زیر نظارت قرار داشتن نرخ‌ها صحبت میکنند که بیشترین اقتصاددان‌ها از نرخ‌های اضافی به کالا، محصولات و خدمات اجتماعی توسط نزدیکان و اعضای خانواده رئیس جمهور تاجیکستان اظهار نگرانی میکنند. برای مثال تا زمانی که رقم ماشین‌ها و شهادتنامه حقوق رانندگی در اختیار بازرسی دولتی اتومبیلی قرار داشت، باهای آنها 50% از ارزش فعلی ارزان‌تر بود. همین طور گرانی چیپته های پرواز های تاجیکستان به خارجه به خصوص شهرهای روسیه در مقایسه با قرقیزستان همسایه چند برابر گران تر است. گفته می شود این چیپته ها در اصل با اضافه حق یک شرکته که به تخمینه رحمان تعلق دارد گران می شود. در گذشته زمانی که راه دوشنبه خوجند پولکی شد، میان خدمات ضد انحصاری و رئیس وقتی آن امان‌الله اشروف و مسئولان شرکت پولچینک ایرس در مورد نرخ بحثایشان اوج گرفت. عاقبت کار امان‌الله اشروف با یک فرمان امام‌علی رحمان از وظیفه برکنار شد. این برکناری را کارشناسان بر اثر بحثایش به شرکت ایرس دانستند، زیرا شرکت پولچینک با جمال‌الدین نورعلیف معاون اول رئیس بانک ملی تاجیکستان و داماد امام‌علی رحمان تعلق دارد، چیزی که داماد تا حال رسما اقرار نکرده و حکومت مالک ایرس بودن نورعلیف را از مردم پنهان می‌دارد. دادگاه نوحیه اسماعیل سامانی شهر دوشنبه روز 30 ینوار درخواست تفتیش را قانع گردانده، روزنامه‌نگار تاجیک دلیر شریپوف را برای 2 ماه به حبس گرفت. در این باره سامانه اخبار می نویسد. همزمان عبدالمنان شریپوف پدرش دلیر شریپوف گفت پسرش را بر اساس ماده 189 کدکس جنایتی با برانگیختن کینه و عداوت ملی عیبدار کردند. مقامات باشد از شرح این حال تا حال خودداری میکنند، ولی از نوشته های مؤلفان فرمای جواب که سامانه اخبار از آنها یک نهاد تبلیغاتی مربوط به مقامات امنیتی تاجیکستان نام میبرد، دلیر شریپوف را اخوانی و پسرخواندی توراجانزاده نام بردند. همچنین این نهاد تبلیغاتی حکومت نوشته است که او گویا در کتاب محمد صلی الله علیه و سلم و تروریسم از عقیده های ایدئولوژی های اخوان المسلمین سید قطب یوسف قرضاوی اقتباس آورده است. دلیر شریپوف که قبلا در تلویزیون سفینه کار میکرد و پس آن برای هفتنامه آزادگان مطلب مینوشت، روز 28 ینوار از سوی مقامات بازداشت شد. برای بازداشت دلیر ژورنالیستان، روشنفکران و فعالان جامعه شهروندی با طلب رهایی او صدا بلند کردند. انجمن ملی رسانه‌های مستقل تاجیکستان نیز از بازداشت دلیر شریپوف و تا حال با وکیل مدافع دسترسی نداشتن او اظهار نگرانی کرد و از مقامات خواست ولایت قانون را رعایت کنند. از اول سال در تاجیکستان با اعتراف خود مقامات 113 نفر از جمله 20 استاد دانشگاه با اتهام همکاری و تبلیغ سازمان ممنوع اخوان المسلمین دستگیر شدند. این موج بازداشت ها تا حال ادامه دارد. نزدیکان اکثر بازداشت ها میگویند که آنها هیچ ربطی به این سازمان را ندارند و حالا در دست ما نام های چند نفر موجود است که پیشتر در دولت های خارجه تحصیل میکردند و هنگام طلب مقامات آنها ترک تحصیل کرده و به وطن برگشتند. بعدی بازگشت بعضی آنها تحصیل را در دانشگاه های تاجیکستان دوام داده و بعضی دیگر هم برای تامین خانواده هایشان مشغول کار و تجارت بودند. قسمی هم در مهاجرت مهنتی در روسیه قرار دارند که حالا بالای خانواده هایشان فشار آوردند تا
ها با وطن برگردند. راجع به این قضیه حزب نهضت اسلامی تاجیکستان ضمن یک بیانیه از سازمان‌های حقوق انسان درخواست کرده است که برای وارد کردن نام یوسف رحمان دادستان کل، سین مومین یتیم و رئیس کمیته دولتی امنیت ملی و رمضان رحیمزاده وزیر کارهای داخله که در بازداشت‌های اخیر نقش بی‌واسطه دارند بر روی خط پایمال کنندگان حقوق بشر شامل کردن تلاش نمایند و پیش راه سرکوب شکنجه و کشتارها را بگیرند. با ایدعای این هیز موج نوی سرکوب ها باعث فراری بیشتر مغز ها از کشور خواهد شد. همزمان آغاز این موج جدید بازداشت ها شمار مهاجران را نیز خواهد افزود. مردم بیشتر به خاطر نجات جان خود از کشورهای آزاد و دموکراتیک طلب پناهندگی خواهند کرد. ریاست عالی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان از عاقبت وحیم این بازداشت ها و رسانیدن وضعیت به مانند سال 1937 هشدار داده، تهدید غیر مستقیم یوسف رحمان را تهدید به وضعیت بیان هم وحیم حقوق بشر می داند. چون این عمل ها تنها دیکتاتور و افتریتریزم را تقویت می بخشند که باعث عقب ماندگی و نابودی ملت ها و کشورها می گردد. حالا شرح بیشتر از طرف سخنگوی این حزب بابا جان قیوم. البته درباره بازداشت های اخیر معلومات ها اگرچه در رسانه ها نشر شده باشند هم، ولی این معلومات خیلی اندک و خیلی نوچیز است و اون خبرهایی که از داخل تاجیکستان به ما میرسد خیلی نگران کننده است و این خبرها و این بازداشت ها و این فضایی که امروز در جامعه حاکم گشته است نه تنها ما بلکه تمام جامعه شهروندی کشور رو نگران کرده است و حزب نهضت اسلامی تاجیکستان هم از این فضای به وجود آمده بسیار نگران است و آینده بسیار تیره ای را میبیند که میتواند برای نه تنها تاجیکستان بلکه حتی برای منطقه این خطرناک باشد. به همین خاطر حزب نهضت اسلامی تاجیکستان از طلب کرد که کشورهای دوست و سازمانهای بین المللی از با وجود آمدن یک فاجعه انسانی پیشگیری کنند و منطقه و تاجیکستان را از یک حالت بسیار بدی که به نظر می رود به آن سمت در حرکت است نجات دهند. شما ببینید وقتی که پرکرون جنرالی تاجیکستان می گوید که هیچ کس از بازداشت مسئول نیست، یعنی هر کس در هر کجایی که نباشد می تواند بازداشت شود و مجازات شود، این معنای آن را دارد که آنها در صدد یک پاککاری پیش از انتخاباتی هستند. آنها میخواهند از تمامی کسانی که حتی کمترین اندیشه مخالف نسبت این حکومت دارند خلاص شوند و آنها را مجازات کنند و زندانی کنند یا از کشور خارج کنند یا به گونه حتی طلب حکم قتل را کردن، یعنی به اصطلاح از بین بردن مراتوریای حکم قتل از طرف پرکرور جنرالی هم این خیلی خطرناک است. این یک پیام جدی است که اونها حتی با این زندان کردن هم قانع نیستند و میخواهند حتی که بعضی ها را به قتل هم برسانند و این واقعا هم جای نگرانی دارد و چنین روند میتواند خیلی خطرناک باشد و جامعه کشور علکی از خیلی پیشتر روند وارد کردنی بعضی شخصیت های مثل یتیموف، مثل رمضان رحیمزاده، مثل یوسف رحمان و دیگران را به لیست تحریم های سازمان های بین المللی و کشورهای آزاد شروع کرده بود و امیدوار هستیم که این روند ادامه پیدا میکند و با همکاری سازمان های داخلی و خارجی این روند تیزانیده میشود در آینده و پیش روح یک فاجعه انسانی از این طریق گرفته میشود و ما باور داریم که در این روند چگونه که قبلا هم این کارها انجام شدند تا حدود بعضی از سازمان ها تأثیر رساندند به فضای تاجیکستان و مثلا در آزاد کردن گروگان ها از دست این حکومت دیکتاتوری، امیدواریم که باز هم سازمان های بین المللی می توانند پیش راهی یک فاجعه انسانی بزرگتر دیگر را هم بگیرند و ما در این راه موفق خواهیم شد. سلامت باشید. بینندگان عزیز، اینجا برنامه امروزه ما به پایان رسید. اگر مطلب و پیشنهاد دارید می توانید طریق پشت الکترونی و پیامک رسان های تلگرام، واتساپ، وایبر و ایمو با رقم 48519 767 404 با ما بفرستید.
بخشی لایک و آبوناشوی را در شبکه فراموش نسازید. برایتان تنسیاتوی کامیابی تمانو داریم. خیر تا برنامه های دیگر، خدا نگهدار.